سال 2015 سال رواج و همه‌گیر شدن ابزارهای وریبل یا پوشاک و البسه هوشمند، خصوصا ساعت‌های نظیر اپل واچ و سامسونگ گیر و مایکروسافت بند بود. طیف بزرگ وریبل‌ها تنها به ساعت‌های هوشمند خلاصه نمی‌شن. دستبندهای بسیار ساده و ارزونی مثل میسفیت فلش و جابون آب خیلی راحت فعالیت و تحرک کاربر در طول روز یا زمان تمرین و ورزش رو رصد می‌کنند. در این میان نوآوران بسیاری با هدف استفاده از امکانات جدید دنیای دیجیتال برای بهبود زندگی انسان‌ها سراغ دنیای ابزارهای پوشیدنی رفتند. WAAA یکی از بهترین ابزارهای ارائه شده توسط متخصصان دانشگاه هادرسفیلد و یونیسف برای نجات جان شمار بسیاری از نزدیک به 3 میلیون نوزادیه که به دلیل اختلالات نسبتاً ساده قلبی و تنفسی و عدم دسترسی به امکانات درمانی در مناطق نظیر آفریقا به فاصله اندکی پس از تولد جان می‌سپارن. WAAA روی سینه نوزاد نصب میشه و برای مدت زمان 3 روز بعد از تولد سیگنال‌های قلبی، ضربان و تنفس نوزاد رو به صورت دائمی کنترل میکنه. بلافاصله پس از تشخیص هر نوع اختلال، WAAA با ایستگاه همراه خودش تماس برقرار میکنه و ایستگاه یک پیامک یا SMS برای نزدیکترین مرکز درمانی ارسال میکنه. تکنولوژی به کار رفته در WAAA نسبتاً ساده است. ابزارهای پوشیدنی هوشمند تکنولوژی مراقبت از بیماران در اتاقهای پر از کابل و مانیتور بیمارستان رو مستقیماً به خونه و محل زندگی بیماران آوردن. پوشیدن یک دستبند، ساعت و یا تکه‌ای از البسه پلی میشه برای تماس نوزادان، بیماران قلبی و تنفسی با مراکز درمانی و پزشکان. در مواردی نظیر سکته‌های قلبی و مغزی، چند دقیقه یا چند ثانیه تعلل و تأخیر در دریافت خدمات درمانی و نجات میتونه به مرگ و زندگی بیمار بیانجامه. تکنولوژی ابزارهای پوشیدنی و هوشمند با کنترل 24 ساعته علائم حیاتی بیماران حتی در هنگام خواب زمان واکنش سریع و اقدام برای نجات بیماران رو به طرز چشمگیری کاهش میده. این تکنولوژی قادر در زمان حمله و اختلال جسمی واکنش نشون داده و کمک‌های اولیه را در شکل فرستادن سیگنال خطر برای اطرافیان بیمار یا توصیه بیمار به نشستن و دراز کشیدن، مصرف داروهای خاص و مواردی دیگه ارائه کنه. چند دقیقه‌ای که تا رسیدن تیم اورژانس میتونن سرنوشت سازترین دقایق زندگی برای بیمار باشن.